سلام عرض میکنم و درود میفرستم خدمت تک تک شما عزیزان بزرگوار. امروز همونجوری که بالا گفتم میخوایم لازانیا درست کنیم. الان چیزی که لازم دارم من فعلا اینجا گذاشتم تا به شروعش برسیم. اولین چیزی که لازم داریم خب این برگای لازانیا است که اینو دارم اینجا اینجوری، مثل که اینا رو باید بذارم تو آب گرم یا فلان نمیدونم. و صبح در جا نگاه کردم و هر کسی یک چیز میگه، یکی میگه بجوشین تو آب جوش بزن، یکی میگه تو آب جوش بذار بعد بردار، یکی بعضی هم میگه اصلا نذار. خلاصه ببینین، آرد دارم واسه سس بشامل، یکی نمک لازانیاز، این فلفل، این شیر واسه سس بشامل، اینم سسی که از قبل درست کردم، سس اشپاگتیه با طعم گفتم پاستا شوتا که خیلی خوشمزه است، یعنی واقعا خوشمزه است. پاستا شوتا که میزنی بهش بیشتر مزه پیتزا میده تا سپاگتی، ولی خب بالاخره بچه‌ها خیلی دوست دارن. الان میخوام فعلا شروع کنم. ببین همه چیز دارم دیگه، نمک، فلفل، هیچی کم ندارم، شیر. خب عزیزم فعلا این لازانیا رو گذاشتم، این برگاشو گذاشتم تو آب جوش، نمیدونم کار درستیه یا نه، ولی مثل این که همینجوری باید باشه دیگه. بعضی اصلا نمیذارن میدونی، ولی من گذاشتم چون یه جدی هم گفته بذاریم 5 دقیقه. حالا فکر کنم خوب دیگه اینا برمیدارم اینجوری میذارم که آبش بره. فکر کنم دیگه بعضی کافی من تو بودن. خرابکاری ها رو ببینی شما. بعد 6 تا گذاشتم، اصلا نمیدونم چند تا لازم دارم، ولی به هر حال دیگه اینا رو گذاشتم. و یعنی کارهایی که من میکنم، من دارم به شما درس آشپزی میدم، یعنی هر کاری من کردم شما اون کار رو چیه نمیکنین اگر میخواین غذاتون خوب بشه. ببینین کارهایی که من میکنم واقعا فکر کنید بچه 6 ساله ای نکنه، اما به هر حال دیگه همین که هست میدونی. خیلی خوب اینم اینجوری شده، خود به حساب از اون حالت سفتیش در اومد، اینم میذارم اینجا. حالا بعد میام دورین خاموش کردم مرتبش میکنم. این آب از اینجا برم میدارم خاموشش میکنم چون لازم نداریم. بس هر حال دیگه این شد به این حالت، میذارم حالا صاف میکنم اینا رو، میذارم باشه که بعد ترتیبش رو بدم. اینا ترتیب من ندن، من ترتیب اینا نمیتونم بدم. خلاصه اینم از این شد، این فعلا این قسمتش. بعد حالا بعد از این میرم تو کار سس بشامل. خب از این حالا میریم تو کار درست کردن سس بشامل. یک مقدار کره همجی علوقتی که هرچی دلمون خواست، تقریبا من حدود 50 گرم اینا باید گفتن، ولی ما همجی خورد ریختیم، یه خورد از این روغن هم میریزیم که دیگه نور علا نور بشه، یعنی کره نسوزه. بعد یه چیز دیدم که یکی یه خورد پارمزان، بعضی میگن پارمجان، اضافه میکنم که دیگه عمد مزه بشه. پس فعلا اینا رو که خراب کردیم، اینا این بلترا رو، این به حساب برگای لازانیا رو که اینجوری گذاشتیم اینجا، که فکر کنم این وسط دیگه با دوباره خوش شد. نه خوبه. بعد سس بشامل، سس سفید، سس بشاملش هم درست میکنیم عزیزان. بعد میشه چی؟ بعد میشه نوبت اون گوشتاش هم که داریم و دیگه میچینیم و میریم واسه قهرمان شدن. خب حالا اینو داریم ما، شما از اینکه دو قاشق تقریبا از این رومبا اینجوری یواش یواش تون تون سری سری یواش یواش میریزیم اینجا. یک کم دیگه میریزیم، آخ شیر گذاشتم اونجا. خیلی یک کم دیگه میریزیم چون هرچی سس سفید بیشتر باشه بکنم بهتر. خب اینو که ریختیم، اینو اینجا هم میذاریم که اینو چیز نشه. چه بوی خوب کره ای میده عزیزم. ببینید اینو اینجوری میکنیم. به نظر من حالا که اینجوری شد، بیاریم شیر رو بزنیم اضافه کنیم بهش. واقعا من تو طرز تحریه ایرانیش نوشته بود که شیر گرم، اتریشیش نگرم نوشته بود شیر سرد. ما موندیم دیگه چی ها کنیم. این یک مقدار شیر، آها، این را فعلا ببینیم کار با کجا میکسیم. آقا بعد ما نگرم این را به شیر ریختیم، مثل یک خود دیگه بریزم. آزش خوب بود. خب یک خود دیگه هم میریزیم. این سس بشه سفیده ما شد سس زعفرانی بکنم. ببینیم خیلی چیز شد. چرا اینجوری شد؟ یک زیرش زیاده، زیرش بده بره 5. باید هم بریزم این سس ها بستم. خب بزی که فرانی درست کردیم واسه تون، اینو اینجوری هم میزنیم. نمک گفته بود یه خونده، حالا داره بهتر میشه یکم. ببینید یه
اینو اینجوری که هم زدیم خیلی چیز بدی شد. بعد یه خورده نمک بزنیم، یه پارمزان رو الان قاطیش کنیم دیگه. من فکر کنم درجهش زیادی گذاشته بودم رو درجه بالا. یه خورده دیگه شیر بریزم به نظر شما. چیز بریزیم یه خورده دیگه شیر. فکر کنم خرابکاری شد. بریزید کم دیگه از اینا. شیر سر، شیر یخزده، شیر گرد. خب اینجوری چه جالب. این پارمزان رو قاطی نکردم درست. یا این پارمزان رو قاطیش کنم. اینقدر پارمزان که اینقدر پارمزان از این ویتوریا بس بود. اینم پارمزان که نمک دیگه نمید. خودش چه سوسی شد. اینم سوسی اینجا یه خوری دیگه شیر بریزم. آقا ما باید دل شیر بریزیم تو این شیر بریز. شیر خوشایی یه خود شیر بریز. من این خرابکاری ها میخوام که شما که واقعا بالدین تو این کار بگید کجاش اشتباه شد. میدونین من اینجوری رو شیر آخری مثل که زیادی بود. نه داره میرز تو خوردش. حالا این شد سس. این میگن یاد گرفتین حالا از من چیکار کنین. چه سسی. به 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 ببینید گفت آها خودش یک کم امتحان کنم با این قاشق. ببینید با این قاشق یک کم امتحان کنم. این فرنی من داشت نگاه چه نمک بده بیا بابا. نمک ببین ازم. اینم سس بشمه. هر کی میخواد بیاد. خب دیگه بس فعلا سس بشمه. اما این شد فکر کنم عالیه. این میزیم کنار. فعلا ویدیو منم قطع میکنیم. خب عزیزانم شروع میکنیم دوباره. ببین با دست این یک جا خونده بودم اتریشی بود البته که اینو با دست اینجوری بمالین ته این ظرف که نچسبه. اوکی این کرس میمالین. این کرس فکرم واسه مالوندم 15 تا ظرف بس بود ولی به هر حال دیگه اینه. این کرس که مالوندیم بعد شروع میکنیم قسمت اول. هر کس یک چیز میگه. بعضی میگه سس بشامل. ما شد مثل پنیر. میدونین اول یک لایه سس بشامل که شده این پنیر میریزیم دیدیم نشد میگیم بیخیال. این سس این واقعا این سس یه خوردن داره. یه خود کشکی نمیدونم نباید میذاشتم کنار. به هر حال دیگه دوستان میبینین من اینجوری میگم که شما اشکالاتو بگین. نکنیم بلد نیستم. نه این سس بشامل شد اینی که نباید بشه. درسته این سس بشامل شد اون چیزی که نباید بشه. مثلا فرض کن همین. حالا این یک چون من خیام که هر کنش دوتا میگیره اما مثل که هر کنش سه تا هر قسمتش سه تا باید بذارم. ببینید اینم اینو نه در وقتی بپذیر چیزی بهتری میشه. من نمیدونم. بعد اینم سومیش. اوکی حالا فرض کن زیرش مثلا یه خود دیگه از این سوسای بشامل هم داره. مثلا اینم سومیش. حالا چی میاد این رو از این سوسه میریزیم. از این سوسه زیاده مثلا زیاده میخواد بریزیم. خب از این سوسه میریزیم. سوسه بشامل خیلی اذیت کرد ما رو. چرا اینجوری شد. از این سوسه میریزیم. حالا اینم آبکیه. آقا این کارا نکنین ها. یعنی من دارم به شما درس میدم که این کارا نکنین. فرم بذار روشن کنم در زم بزم رو 180 درجه سانتیگراد
یا 200 سر اونجا میذارم 180 این فرم روشن کردیم درسته؟ فرم که روشن کردیم عزیزان حدود تقریبا سایت اتریشی نمیشه 35 سایت ایرانی نمیشه 200 بزنیم باز برمتن این کار رو بزنیم 200 دیگه بزنیم خود سوسی بشمل از این پنیر رو بشمل پنیر بشمل میریزیم که قرار میده سوسی بشمل باشه چیزی میشه دیگه خود کسی قرمه سبزی قیمه و اینا میشه فکر کنم اوکی این هم پنیر بشمل اما این پنیر که پیزا هم بیرزی که دیگه یعنی از نظر چربی فیل رو بندازه اوکی این پنیر این سس بشمل بعد خوب بود من فکر کنم که نمیدونم چه جوری شد شما اشکالشو بگین عزیزه من نمیدونم چی شد ولی همینجوری الان تو فرم نذاشتم میتونم اینا رو بخورم فکر کنم این یه پنیر حالا قسمت دومش باز میاد اینا ببینید اینا به هم چسبیده این چه آشپزی بوده امروز خدایا خیلی حالا میاد این قسمت دوم به اضافه این به اضافه این خب اینم شد قسمت دومش باز این سوس بشمل میاد یا نه نمیدونم بذار اول از این سوس بریزم این چی از این سوس ریختم یک کمش رو نگردم که اگه این خوردنی نبود باش سپاگتی درست کنم سپاگتی بخورم اینم از این فکر کنم بس شد دیگه اینم از این اوکی خدایا این چی بشه خدایا دفعه قبل که درست کردم اونها خوب شد این دفعه آوازویزیه از این سوس اینا خودش از من آب میشه را میفته روش روش که می سوزه تا حالا همچین چیزی دیدین دوستان فکر نکنم ولی حتی من خوش چیزی نداره که خوشمزه نباشه آخه میدونین ما که الان از قیافش خوشم اومد زنگ بزنم دخترم دانشگاه بهش بگم بیا ببین چی پخته وزن آها چه قیافه ای شما هم دلیزه میخواستی یک عکس بندازیم فکر کنم با این خب یه خود پنیرم اضافه کنیم دیگه اینم ختم برنامه پنیر بریزیم اینجا چجوری میتونه بچه این پنیر پنیر نمیدونم باید زیاد بریزم کم بریزم خانم و آقا این هر کی بلده بگه ها من اینا رو دارم میندازم تو اینترنت و فیسبوک اینا که شما اشکالاتشو بگیم نه واسه من حالا بالاخره یه عرجه باشه یاد میگیرم ولی واسه اونه که نگاه میکنم که این اشتباهات رو نکن ما خیلی داریم آدم های جوان دختر پسر دانشجو محصل خانمای دمبخ که میره خونه شوهرشون آقایانی که میخواسته خانماشون بپزن خلاصه این هم این دیگه خب حالا اینو میذارم عزیزان تو فر رو از ما بخیر از شما به سلامت حالا وقتی بتونشو میدم که دیگه همه چیز حاضره خودشم یادم رفت فعلا با شما خداحافظی میکنم تا بعد خب عزیزان الان دیگه واسه اتون درش میارم مواظب باشید که میخوام واسه اتون درش میارم لازانیا رو میگم فرمایه اینم اینجا گذاشتم که نسوزه اینم لازانیا بح 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 چی پختی امروز من پختم لازانیا خب الان باید ببرم بذارم اینجا امتحان کنم با این ببرم آیا که قشنگتر در بیاد یا با این فکر کنم اینجوری یه خود زیادی هم گذاشتم با این میبارم که اگر چیز شد بیتم این ور اومرجا اینجوری خواهم ببین این اینجا این اینجا خیلی خوب
چرب بودنش که چربه. این اینجوری درست عزیزان. حالا من از اینجا میزنم اینجوری بلبلیش. اینم از اینجا اینجوری. ببینیم چی میشه دیگه. آیا خیلی چربه اما خدایش، یعنی عرقم درمی وقتی نگاهش میکنم. از وسطم اینجوری بلبلیش بیدنم از وسط. اوکی، ولی قیافش که خوبه، میبینی که چقدر خوشگله. عکسش خوشگی بگیرم واسه بچه هم که عاشقی نه اون خیلی بچه خلافکاری انجام شد. خب حالا یه تیکشو برمیدارم. از کجا بردم؟ از وسط. از وسط برمیدارم میدارم تو باشگاه. امتحان کنه. وای وای وای، از این ملانزنین لازانیا نگاه کن نگاه کن. خب حالا برم امتحان کنم یک تیکش عزیزان که فقط ببینیم چی شده. بعد بیام باش چی بخورم، با گرکل، با این خیارشوره که شور نیست و اینا بذارم بغله که نمیتونم بازش کار تونستم. از این خیارش رو میذارم بغلش، دو تا و سه تا. اوکی، این فکر کنم باش بد نباشه. اینم از این فکر خوب بود. من بذارم اولی رو ده سب کن دوستان. اینو یک تیکه برمیدم. به 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 به، من در موقع نمیگم خوب نباشه، میگم خوب نیست. میدونی من هر چی میکشم از راستگویی و درستکاریمه. یه خودی فوتش کنم سرچه. فقط دوست یک خود نما بکنم، وگه نه هرچی از خوشمک زیرش بگم کم گفتم، که البته به حساب میگن چی هم نیست، به حساب که یعنی تعجبی هم نیست، چون که پنیرش که خوشمزه است، گوشتش که خوشمزه است، اونم که مثل نونه دیگه یک حالت داره و واقعا خوشمزه شد. دست شما درد نکنه که اینات کمک نکردین. من همین چهار تا ویدیو رو میخوام یک ویدیو و میذارمش تو یوتیوب که شما بتونید برید ببینید. دیگه مونده که فقط بگم دوستان گلم، جاتون خالی که با من لازانیا بخورین. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. روز و روزگار به همه شما عزیزان خوش.